دومین جلسه ایست که اینجا اجتماع می کنم. البته در بین شما آقایون افرادی هستند که شاید حدود 2 سال است که با ما همکاری مداوم دارن و خط مشی کارخونه ما، میزان تولید و از همه مهمتر به سیاست فروش ما آشنایی کامل دارن و می دونن هدف ما از تعلیم شما صرفاً به خاطر اینه که میزان فروش دوره‌ای ما شکل گسترده‌تری پیدا کنه. همونطور که یک کارخونه خوب موظفه از بهترین جنس، بهترین کارگر و پیشرفته ترین آلات صنعتی استفاده کنه، یک فروشنده موظف وظیفه خودش رو در قبال فروش اجناس به مردم به شکل احسن انجام بده. و اما هدف ما باید بدونیم یک فروشنده باید چه خصوصیاتی داشته باشه تا بتونه جلب مشتری و در اصل بازاریاب تولیدات ما باشه. گرچه فروش دوره‌ای نمیتونه یک فروش ایدئال و فوق‌العاده باشه، ولی قادر تولیدات کارخونه رو به توده مردم بشناسه. البته تا چند دقیقه دیگه سرویس کار کارگاه شروع میشه. آقایونی که مایلن میتونن همین امروز با پرداخت وجه یا سپردن وثیقه به حسابداری اجناس مورد نیازشون رو از انبار تحویل بگیرن و در حقیقت به استخدام قسمت فروش در بیان. ولی مسئله مهم اینه که شما، البته بازم منظورم گفتم آقای سعدی رو خبر کن، تو باید بفهمی چشه. زود باش بیار. بله چی شده؟ الان میام. مادرم وقت ما کمه، 2 دقیقه دیگه زلوش خوب میشه. چیه چه شده؟ گمون میکنم از دلشه. ببرینش بیمارستان، به اورژانس خبر. گفتی پولا تو این قسمته؟ حساب داری همین جست میگه. گفت صندوق رو باید پیدا کرد. گفت چرا اونه میکشه بیره؟ گفت صندوق رو چی بندهی باشه؟ خواهیت بارم الان آمبولانس بای بس کجاست؟ کون دست است که مثلا که میگفتی مثلا کاغذ رو راه اینجا ریخته و هر دفعه می اینجا کشوی رو پر از کول میبینی ها؟ چه میدونم بابا، یه گوری باز باشه دیگه. حتما تو گوره پدرت، اینجا همش کاغذه، کاغذ، کاغذ. حتما از هار رفتی؟ نکنه مرده باشه. مثلا مثلا من تو گوش هست. آخ من رو بوده در اون رنه چنه مگه نیست. نه خیر اینجا هیچی نیست. تو چرا از من تکرار میکنی؟ لعنتی جنگ کارخونه. سرویس کارخونه شروع شد. زود باش. دلی دلی کردی؟ دلی کردی. پس پولا کو کجاست؟ حساب داری باز توش گاوصندوق باشه. تو گاوصندوق هم باید پول باشه. دلی کردی تو برو. بیا گفلی گفلی زود باشه مادر. باشه بابا برا نبر بیا. اینجا باست یه در دیگه هم داشته باشه. سکته باز کن. میگه چه خبره؟ خسه هرچی میتونی برداشت.
بجام بجام مسی زود باش بابا قد خوار نزن بذار جنسمون جور کنیم دیگه آه بزنیم زمین بابا ما آبوندی سبا سرود پیش آمد کرد اینجا رو چه غلطی میکنی؟ شاکه زیلشتم برو نیخوادم بلام کنی بابا من دکتر نمیخوام نمیخوام بلام کنی بلام کنی من آبا نیستم و چند روز پیش عمل کردم بلام کنی دلش کن دلش کن آقا چی کار داری؟ چی کار میکنی آقا جون؟ بزنش دنی بدبخت مادر بلش کنی بزنش دنی برو داداش برو به کار بدبخت بشه قشه مادر زاده من میشناسمش بزنش دنی آه نگاه کن یه خط بکش دورش بسم الله یه قربلان بخون فوت کن خوب بشه جون شما خدا بیامرزتش بله سلام آقا من نماینده شرکت توزیع و فروش بلک اند بلک هستم شرکت ما بهترین بلوزای تریکو و لباسی رو با مرغوب ترین جنس تهیه میکنه شما اگه مایل باشین من میتونم چند نمونه از محصولاتمون رو نشونتون بدم شما چقدر شبیه آلن دلون صحبت میکنین چند سالتونه من 24 سالمه ملاحظه کنین این بلوزه از الیاف خارجی بافته شده جنسش با دوام و خنکه شش رنگم هست سرمه‌ای کرم قهوه‌ای قهوه میخوری نه متشکرم
مدل های آستین بلندش هم هست، اینا ده رنگن، اجازه بدین. شورت چی؟ خال خالی، گل باقالی. خال خالی؟ نه ولی سادش هست، اتفاقا از نوع مرغوبش هم هست، هم شورت هم زیر پیرن. بفرمایید، فکر کنم سایزتون میدیوم باشه. ای با خدا تو رو نکشه، سایز من از کجا میدونی؟ خب حد زدم، دلم خدمتون. خب آره، به شرطی که خودت هم بیای پروبش کنی. چیکار کنم؟ هیچی، گفتم به شرطی که خودت هم بیای پروبش کنی. گوش کنید آقا، شما باید یه خیاط پیدا کنید. با چه خشن، اصلا تو این گرما که شورت میخره برپریده؟ شورت داریم، مرگیر داریم، جوراب داریم، شورت داریم، سلام علیکم قربان، ارادت پیشم، بفت چه موهای داریم، با چه شامپوی میشونه؟ برو آقا جان، به موهای بنده چه کار داریم؟ نه بگه با چه شامپوی میشونه؟ گرم میگیری همش ریخه. قربان بلوزه دارم خدمتون، همه رقم بلوزه خارجی داریم، شورت، عرقی، مارک 6 میلیون ریالی، بدم خدمتون، جوراب ساق بلند، ساق کوتاه، شورت های مردونه عالی، شورت های عالی داریم، ما دونه 15 تومن بتونه مادرم مایکاری حساب بکنم. آقا یکی بدم خدمتتون، خانم شما بگین بخره. آقا جون تو یکش امتحان کن، خوشت نمیاد درم پس بده، شیشه رو چل میشه بالا. خانم جون شامش بگیر بدم بخره، بکش پایین، بکش پایین لولو چون نیستم من میترسم. یه چیزی ازش بخر، از تو به من خورد کرد. آره با یه چیز زیاد کردی آقا، یه بکش چند هستش دونه؟ دو گفت 25 تومن یه جفتش. نه من از 25 تومن بیشتر نمیخوام. خیلی خب 25 تومن، خیلی خب باید تلاش کن، پول خوب داری، خب چشم رد کن بیار. آره خیلی خب بگیر، بذار سوا کنم یه شورت مناسب بدونم بیار، همینجوری میتونی پاک کنی. خیلی خب چه خبر، فقط جیغ میزنی. گوش کن آقا جون، شما برو اون بر چهار راه، من خودم میرسونم به. خیلی خب آره، هم آقا که شما بری اون طرف، من دیگه میرم از اون طرف. خودمونو بسازیم. خب زنگم بزنیم و موامونم سیخ شده راست کنیم. سلام عرض کردم، صحبتون بخیر، بنده تقیه شرمنده، نماینده شرکت توزیع و فروش بلک اند بلک، وارد کننده انحصاری لباس های زنانه، مردانه، بچگانه، تابستونی از خارجه هستم. اگه افتخار بدین خیلی خوشحال میشم که چند نمونه از بلوز های زنانه مردانه شرکت رو تقدیم حضورتون کنم، تا اگه دیدین و پسندیدین و خوشتون اومد، با ارزون ترین قیمت تقدیم شما و خانواده محترمتون بکنم. بالا بابا دلت خوشه. بری خانم جان، خانم جان، جان جان، جان جان، عرض داشتم. سلام عرض کردم، بنده تقیه شرمنده، رسی که متوجه عرایزم نشده، گفتم با ارزون ترین قیمت تقدیم شما و خانواده محترمتون بکنم. منم گفتم بارا بابا دلت خوشه. یه دفعه گفتی حتما یه جای کارم عیب داشته، ولی کجاش ممکنه همه جاش. موسی جون اون گوشنگم بده قربان کزی، والا موسی قربان کزی. میگم بچه ها سر سال دیگه ما باز از خجالت موسی در بیم، ما دیگه نسیه خوری والا باز شرمندی انشالله سال دیگه کفته بخون. الان دیگه باز تلفن کنه، اگه با یه قرار بذاریم دستگاهی چیکار کنیم؟ نه ترس، تلفن نمیزنه، ما از این شانس نداریم داده. آخه جمال عشقی، اگه دختره به قول تو ماندشیه که، مگه عقلش پار سنگ ور میداره که با توی گلاب گشنه سه قرار بذاره؟ دونی قرض میکنم به شما یه چیزی عرض کنم، همون اگه تو گفتی یه دفت دیگه باها. چی میگین بابا شما هم آخه؟ خودش گفت شما رو تلفن منزلتون رو بدین با تون تماس بگیرم. منم ترسیدم به پر شماره این سی رو بشتدم، گفتم این موقع خونم، اینجور که خودش میگفت باباش چلیار داره، از اون دختر پپا هم هست که حسابی میشه دوشیدش. بارو ببین ماسکی داریم جوش میزنیم، میخوام تعطیلش کنم دیگه، بلند شیم بابام. بابسی تعطیل موسی جون قربان کزی، این تلفن واسه این امر حیاتی جون تو، مگه تو نمیخوای به طلبت برسی؟ میخوای یا نمیخوای؟ ببینم اگه الان عمش تلفن بزنه که بنده فوت کردم بیا ارث میراثی بعد برو، تقریبا ما چیه؟ نه دیگه تقریبا ما چیه؟ ببینم شاید بگو باید کش کنه بره، ما والله هزار تا کار داریم جون موسی، صاحبشون تو لا پانه شو بخیر فلکن نیست. ببینم سیگار داری؟ نه. در چند قرار تلفن کنه؟ ساعت یک قرار زنگ بزنه. من که چشم آب نمیخوره، فکر نمیکنم تلفن بزنه. آره که ساعت از یک گذشته، ما رو جون به سر کردی بزن. بس نگاه به تلفن زد، تلفن تو پا باید کشه در.
بابام یواش، مگه تا حالا تلفن نگرفتی؟ نه ندش من بابا. الو بدش. الو 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 بفرمایید. بله 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 همین جاست، منزل سیامک خان. بله بله همین جاست. ولی چی داره میگه؟ چه جوری که میشه؟ من همون من دارن افتو همون میگیرم. نمیدونم که الو الو بله بنده نوکرشون. نه نه بنده نوکرشونم، یعنی یعنی مادر نوکرشونم که پدرش این نوکر جماعتش. بذاری من دو کلام حرف حسابی باش بزنم بابا. بله سلام. بلش کن بابا، نوبر شما بوده. خوبین؟ بیشی خواه استراحت. سرما میخورم؟ نه نه نه، کنار استخر درست کشیده بودم. این مستخدمم بود. آره آره، یه خورده خلوزه. خلوز بابا تو. آره جون احمد، کنار استخر. جمال عشقی، جمالت عشقه. بس یک کلمه ما حرف بزنی. بله خب خوشحال میشم اگه ببینم اتون. امروز عالیه. باشه ماشین من والا یه جاگوار کوچولو دارم که فرستادمش سرویسه. شباب از پونتیا که بابا این استفاده میکنم. میدونی که این روزا نمیشه با یه ماشین سر کرده. بعد از دورم معمولا اون یکی اتومبیل سوار میشم. خب دیگه چه کنم؟ مدلش چیه؟ اون بعد از دوری مدلش چیه؟ گالانته. قهوه‌ای مدل 78. قهوه‌ای مدل 78. مایل به عنابی. بله. بابا معمولا این ماشینای ارزون قیمتو میخره که بعد از دو سه ماه بده دست اون مستخدم خلوزمون. مر پدر دروغگو است. بله. ساعت 6. خدا حافظ. 6. 6. قرار گذاشت. واسه ساعت 6 قرار گذاشت. راستی باور شده که ما یه چیزی هستیم. پس بابا بتیقش دیگه. تو رو قرآن اول یه کت شلوار واسه ما بخره. جانکو باشه. لا مصب اول بذارین یه جلسه ببینمش بعد. جانکو هم میخواد. اون ماشینی که گفتی اسمش چی بود؟ گالانت. خب مالکه؟ من چه میدونم مالکه، مال صاحبش. یعنی چی نمیدونی؟ من باز با اون ماشین برم سر قرارم، میفهمی؟ مگه تو من گفتی قهوه ای مدل 78؟ خب مالکیه؟ من که گفتم مال صاحبش گشته اونجا. میگم بهتره با همون پونتیایی که بابات بری سر قرار. بیا اونا. هر کاری میکنین کچهلوار من یادتون نمید. بچه ها همجوری وای نستی من نگاه کنی، یه کاری بکنی. من که نشستم حالا چه خاکی تو سرم بریزم؟ کهو 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 سب کن. مثل این که سویچش پیش منه. چی؟ باشیم باشیم بله بل شد. بله از خود پاپا جونت گرفتم. چی؟ کجا رو؟ کجا رو؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ خوبم میشه. سرکار جون، سرکار بچه شما همینجا باشین. میبینین ماشین نو هم نزیت میکنه. یهو خاموش اینجا توقف ممنوع آقا. برم یه مکانیکی. چرا جریمه نشدیم؟ باید اینجا ببریمش. سویچش نداریم که. خواهش تو سرکار با جون. خواهش تا صبح باشی شما رو ماشین به پلیس نده. بعد کار تموم کنی بذاریم سر جاش. خب بابا اینم گول نزن. اینم ماشین آخرین مدل. ببینم چه غلطی میکنی. واسه دختر بازیتون به هلیکوپتری، جت بوئینگی چیزی احتیاج نداره. نه خیر، فقط از کوچه‌الوار لازم دارم. کوچه‌الوار؟ ببین رو دستم بلایش. خب راست میگه دیگه. با اینا که نمیتونه بره. اگه بلوز روزا شوپر حراش کنی میشه کارش کرد. اینجوری بره میفهمه که ننه بابا گداستا. اما راست دیگه. دختر خانم به پاپا جونت بگو دسته چیکارش اومده کنه. تازه تموم شده. خب فکر میکنین درست باشه؟ چی؟ که ندیده نشناخته سوار اتومبیل شما بشم. فقط یه دوره کوچولو میزنیم. بفرمایید پشیمون نمیشید؟ سلام تعظیم عرض شد آقا جون. خواهش میکنم آقا قربونت برم. من از رضای خدا یه کمکی هم به ما بیا. این سکتا منو بده بهش. بیا
یه بار اونجا برو دامل کاری دیره چه کاری بهتر از این حرکت کن نه آقاتون برم که سخاوتشون به خاتم تایی رفته ایشالا خوشی خودم بخواهم بهتون زدش زد الهی که تصدق این آقای مهربونتون برم خانم شون الهی که صاحب ماشین بیخ خرتونو بگیر و این نزه واسه ما قمپوز نیایی تو که هنرستان کار داری؟ بله یعنی یکی از شرکت های بابا تایی همون خیابونه نه شرکت بابا رد شدیم همون ساختمون در طرقه بود دیگه اون بله بله مال عمو جانه بله مال عمو جانمه خیلی بامز اصلا من هنوز اسم فامیل شما رو نمیدونم سیاه خالی صداش کنه دارم من بگیرم برای شما فرقی میکنه خب البته من هنوز شما رو درست نمیشناسم جز اینکه یکی دو بار همدیگر رو جلو هنرستان دیدیم خب خانم جو واسه آشنا شدن همون یک دو دفعه کافیه دیگه پسر خوبی زیاد سخت نگیرین یه جوری همون عقب با هم کنار ولی من شما رو خیلی خوب میشناسم جدی بله ما کار کردیم که حد نداره کارتو بکن به هر حال امروز روز بسیار خوبه امیدوارم اینطور باشه میگم چطور ازشون خواهش کنی فردا تاش بیارن باغ بالا بیشتر با هم آشنا شیم کارتو بکن بر نمیگردی چرا تو پا خودم الان ساعت 9 یه قرار مهم دارم یه خود بجن پسر سلام خاک بر سر معتادت کنم شما این به مناسبتی آره قربونت برم به مناسبت اولین هفته آشنایی رو به کدوم علی گرم با کنم قربان سرش بگیر اون بر بگیر اون بر چشم سرش میگیرم این بر شما رو تون میکنه اون بر بگیر اون بر چشم وای وای ما خسته ای بودم من که نگفتم سرش بگیر اون بر بگیر اون بر بگیر این شیویداتون رو پاک کنم چی شده هیچی ریخ شده اجازه بدین من تمیز کنم اجازه بدین قربان نمیخوام تمیز کنی نمیخوام بریم کمسش باشم چپ نمیخوام خیلی مرسی افتا مرداشتمش کن باز افتا بازم برش میدارم خود اینا کثیف شده اجازه بدین عوضش اشکالی پیش اومده نه چیزی نیست خیلی خوب تو برو باش فرمایشی داشتین آقا بله فرمایش که زیاد داره بسیار خوب این موند بالا شده پردک داری بله بفهمید چه گرسونه با تربیتی راستون ای خانم میگه موقعی که از اینجا رد میشدی پاشون لگت کرده خیلی هم درد داره معذرت میخوام خانم معذرت میدونین آقایون من میخواستم تا یکی دو ماه دیگه از اینجا برم ولی مثل که ناچرم همین امشب برم کسافت‌های بیشعور واقعا شرم‌آوره خجالت داره لنگاوره شما چطور به خودتون اجازه دارین که توی محیط آبرومند کتک‌کاری را بندازین و با مشتری گلاویز بشین همتون یه جوری وقتی شکمتون سیر میشه میزنه زیر دلتون باید همیشه شماها رو گرسنه نگه داشت میدونین امشب چه آبرو ریزی کردین؟ میدونین ما چه آدمی در افتادین؟ پسر آقای اعتماد قربان این گامشین لباساتون رو تحویل بدین و دیگه این طرف ها نبینمتون گامشین احمق نباش احمق هی تو خب حالا که بیکار شدی میخوای چیکار کنی؟ بالاخره یک کاری میکنم
میخوایی بری یه جای دیگه گارسونی بکنی؟ بسیار فرقی نمی کنه. ولی تو میتونی از این قیافه معصوم و حد به جانبت استفاده کنی. قبلنم بهت گفتم، حالا هم واسه آخرین بار میگم، اگه برای من کار کنی زندگیت رو برا میشه. بلد این یکی نیستم. کدوم یکی؟ رد و بدل کردن 4 تا بسته گرد به فرمان زدن به 4 تا دختر فکر میکنه کار مشکلیه؟ تو اگه تو همین دانسینگ بلوری روزی دو سر مشتری تازه جور کنی نونت تو روغنه. میگم قاچاق هروئین اعدام داره، من جونمو دوست دارم. پس همون بهتر که تا آخر عمرت مثل سگ تو آشغاله دنبال استخون بگردی. میگردم. بحر درد من گلسون که شیر دوایی مونس جان و تنی در کشی آقا بلانس آمده. به به تقیه شرمنده، چی شده؟ اومدی به دهی تو صاف کنی؟ آقا مرتضی هستش. چطرون میکنی بعد بیره بالا؟ به قرآن دارم، بیان نگاه. اینا همش پول. خیلی خوب، میتونی بری بالا، ولی زیاد لفتش نده. سلام آقا مرتضی. چیه؟ تو چی میخوای؟ بلام این گده گشنه رو چرا را میدی بلا؟ کلتم کوچیکتم، من پول رو بردم، غلاف که نیستم. بدهی قبلی چی میشه؟ چشم رو چشم یه مقدارشو از این بردارین، باقیشم دفعه دیگه میدم. دفعه دیگه یا نمیاد یا حساب تو پاک میکنی. اینجا هم لاشه وا نمیکنی، یه راست میره مسترام. چشم رو چشم راسته تو بکش بلام، یا این من که عوضی من ده بیرون. او مرتضی نوکرت راسته تو. در میون 5 برده، هی میگم بابا بیام بلیط تصادفی من ببین، هی میگه نه. خیال میکنی؟ بلند شو ببینم بابا این چیه اینقدر آیه یعصه؟ همش مدام چرت و پرت میگه. تو جا بره بگه جمال تو نه عشق. تو آدم نمیشی. واسه چی؟ من از داشتی به دختر گفتی تشریف بیا این باغ بالا؟ نه آخه رو چه حسابی گفتی؟ میخوام بدونم رو چه حسابی نفت داری؟ خب 400 تا چخان تو کردی، یه دونم ما بد کردیم. نه بابا خوب کردی. حالا یه دختره یه بریم ویلاتون بگیم چی؟ داداش نوکرتیم، اصلا تو چمیه یه دختر بازی نکنی، نخواستیم بابا نخواستیم. اون وقت جواب شکم واموندتونه کی میده؟ از قدیم گفتن بچه حلال زاده به کی میره؟ به داییش. ما هم که به غیر از این خانده یه گل کسی رو نداریم دایی جون. اسمان حق بازی رو کنار بذار، بگو چی میخوای؟ از الان بهت بگم اگه تاسوبم وایسی اینجا از قد و بالای من تعریف کنی یه شی خبری نیست، برو پی کارت. ای بابا پول چیه دایی جون؟ یه وقت دلمون گرفته بود گفتیم پاشیم بیا پیشه، ببین چه جوری تو ذوق آدم میزنی. یا باش چی میخوای؟ بده من خسته میشی. نه بابا جون ولش کن، جون دارم من خسته نمیشم، حرفتو بزن. میگم که گفتی آقا اینا رفتن مسافرت دارن. بله خب حله. چی؟ چی حله؟ حله دیگه. دایی جون فدات بشم، آبرو منو بخر، یه مهمون رو در سیدار دارم، میخوام یه دقیقه بیارمش کنجی این حیاتو برش دارم ببرم.
اصلا حرفشو نزد دایی جون. از تو که چیزی کم نمیاد. آقا مینام که خونه نیستن، به جون خودت فقط یه دقیقه همین بغل باغچه میشینیم و یه خود قمپوز در میکنیم. یه بس میگم که قمپوز رو در کردیم میگم قربونه دارم فدات شم. اگه کوچولویی داری پدر مادرتون با شما زندگی نمی کنم. نه من توی ویلای بالا هستم. میدونین تازه اینجا واسه منم یه خورده کوچیکه. من زیاد اهل تجملات نیستم. شما تنها فرزند خانواده این؟ بله بله بدبختانه همینطوره، تنها فرزند و تنها وارث. اینو پاپا همیشه میگه. پاپای شما چی میگه؟ میگم که تو منو بیچاره کردی. ببین چه علمشنگه ای درست کردی. برو این رفیقاتو بریز بیرون. مگه تو نگفتی کنار حیات؟ چش دایی جون، زمنان قربان پاپاتون تلفن فرمودن، گفتم ممکنه امشب برای دیدن و قفراتش ببرم پاریس. متشکرم. خانم برای شما تشریف دارم. نه متشکرم، فکر نمی کنم. فکر نمی کنم. فکر نمی کنم. قیافه این مستخدمتون به نظرم آشنا اومد. خب دلش اینه که همه این مستخدم ها شبیه همه. یالا ببخشی قربان، آشپزا خیلی ناراحتن، دارن زار زار گریه میکنن. چی میخوان؟ قربان ترسیدن دیگه. آخه اون توت فرنگی هایی که قرار بود از برزیل برسه هنوز نرسیده. تفلکی ها موندن که دسر شما رو با چی درست کنن. آخه حیوانکی ها. اجازه بدین که با زرد رو سرتش هم بیارن قربان. بله بیارن، تن همون بذار. پس میارن باید. نمیذارن که. خب یه خورده از خودتون، از پدرتون، از کاراش بگین. از پدرم کارهای تولیدی میکنه، چند تا کارخونه بزرگ داره. پس کارخونه های بزرگی داره. صبحونه جعفر، وای که بیچاره شدم. جعفر، پدرتون شما رو خیلی دوست داره مگه نه؟ خب طبیعیه، منم مثل شما یکی یه دونه. قربان قربان اجزه از قربان. چه خبره دیگه چی شده؟ هیچی قربان، این صاحب خونه میگه صاحبونی که باز کن ببینم چرا در رو من میبندی. در رو باز کن. باقونه زن بالا. میگم بفرمید بریم طبقه بالا. نه اتفاقا همینجا خوبه. باز کن در رو، در رو باز کن. میگم چرا در رو بستی؟ هوای بالا خیلی خواهش میکنم بفرمید. نمیفهمم توی خونه چه خبره. این نرگونه کنه. جعفر از این طرف فهمید. شما آدم خوشبختی هستیم، ما سختمای مهربونی داریم. نمیفهمم تو دیگه چی هستی. من دوستم با چی گفتم دوسته ببینم کجا میریم. پسر تو اینجا چیکار میکنی؟ تعظیم از کردم قربان، چه عجب این طرف ها تشریف آوردی. همون چیزی که شما دیدین منم دیدم. بفرمایید پاتر. چرا رو چرا رو من بستی؟ که یکی در رو بستی؟ نه همین باقونه به دست داره. من دعواش کردم، شما بفرمایید پایین. بابا یکی این در رو من باز کن. آخه من چه خبره؟ چه خبره؟ دارم دیوونه میشم. مثل که من مزاحم شدم. میگم چطوره یواشی بیرم تو آلاشی؟ بله اینجا خیلی گرمه. میگم برق قطعه، بره تو ساختمون. جعفر جعفر پلیس رو خبر کنید. 74 تومان بشه. رو بنا بی داری؟ فکر کنم داشته باشیم اجازه بدیم. چشم بچه ها بیه بریم سراغ گندو. خانوم های هنرجون لطفاً بعد از تعویض لباس به سالن تمرین بریم. گندم شنیدم دوست پسر پیدا کردی. چه شکلی چند سالشه؟ تو رو خوده بذارین کارم رو بکنم. اگه حرف نزنی به خانم آنیتا میگم که امروز کمد لباسم خاک خالی بوده. خدا اذیتم نکنی. بفرمایی گندم. گندم. بله خانم. مگه بهت نگفتم ساعت های تمرین تو اتاق خودت باش؟ آخه اینجا کثیف بود خانم. خیلی خوب، برو جای دیگر تمیز کن. چشم خواهی لفتش نده، برو دیگه. آخه بگم چی؟ و بابا جمال تو عشقه. خب یه جوری سر صحبت رو واقع کن دیگه. بی مقدمه بگم چی؟ با بابا مفهم شده و پول میخوام. نمیگه خر خودتی؟ یه خر عینکی داریم دیگه. بله اون خر منم. شما یه دست کت شلوار واسه من بخرین، بعدش بزنی تو گوشم، از خرم واسه تو خرم. خالون واسه ات میخریم. خونه اشرافی خواستی، ماشین خواستی، گفتیم چشم. حالا تو نخرش، برو بابا. دستمو میخونه ها. دست پای من تا کلاسشون تموم نشده برو. تا باباش نایمده حالا قضیه رو شما ها گفتین ها.
اون چی شده گندم؟ حرف بزن. اون داره میاد پشت در. پسره تو رو خدا یه جوری ردش کن. یه بیتر برو تو اتاقت، من درستش میکنم. خیلی خوب. اونجا رو من چه حاله؟ ببخشی خانم، من با گندم خانم کار دارم. گندم خانم مثل پسر شخصی. والا من میخواستم فقط ایشونو ببینم. اجازه بدین الان صداش میکنم. آخه دستش بنده. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. خواهش میکنم. بچه هاتون اینجا جمع شدیم. تو به این آلانه با گندم کار دارم. باشی بریم نزدیک. چه فرمایی؟ من میخواستم گندم خانم رو ببینم. این موقعش؟ مگه شما نمیدونین موقع تمرین هنرجو تو سالن مخصوص هستن و نمیتونن کسی رو ببینن؟ خب من فکر کردم شاید دید. من بهشون میگم که شما اومدین، میگم باهاتون تماس بگیرن. شمارتون رو دارن؟ بله بله دارن. خیلی متشکرم میشم، پس اینو بدین خدمتشون. باشه حتما. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بفرمایید صفحه 6 منتظر تلفنشون هستم. باشه. من که گفتم کنفیه. اوه حالا مگه چی شده؟ اینو با تحویلم نگرفتن، ردم کردن. خب اگه ردت کردن حتما مایرم به دست کردن. دختره رو ندیدم. گفتم باید از راش وارد شد. همش تقصیر تو، همش تقصیر توه. چی شد؟ چرا رفتی اون پشت قایم شدی؟ رفتش؟ آره رفتش. این گلارم برای تو آورده. بلند شو بذارشون تو آب. بلند شو دیگه. چیه؟ حالت خوب نیست؟ چیزی نیست. آقا بیلیت کینگ کونگی داری؟ چهار تا 40 تومن بدم یا نه؟ اگه نخری آخرش واسه تعریف میکنم. مجدونه 10 تومن کینگ کونگش خیلی بالا. سرکار همونه 3 نفرم بازار 30 درست کردم. واضح باشیم بفهم من میزنم به چهار. آقا بیلیت کینگ کونگی داری؟ 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 خب الان یه کمی همینجا استراحت کن. تو نباید زیاد فعالیت این مرتبه میگم. آقای دکتر، یعنی این همه دارو نباید مؤثر باشه؟ دارو در این مورد به خصوص مسکنه. راه اصلی عمل جراحیه. دکتر تو رو خدا راستش رو بگین، چند تا مریض مثل من داشتی؟ قبل از تو یه نفر دیگه هم همینطور بود. یعنی باتری تو قلبش گذاشتم؟ بله، فرستادیمش اروپا. اون وقت زنده بود. چی رو میخوای نتیجه گیری کنی؟ تو زنده میمونی. فعلا بهتره همینجا باشی و یه خورده استراحت کنی. اون قبلی مرده، من میدونم. چرا سعی میکنی خودتو آزار بدی؟ تو خوب میشی، فقط کافیه قلبت عمل بشه. یه عمل جراحی کوچولوی 5000 تومانی. این پول فراهم میشه، بهت قول میدم. پسر سفت و سخت گلوش پیش تو گیر کردی. من دارم اونو گول میزنم. این کلا برداریه؟ نه نه، تو برای زنده موندن داری تلاش میکنی. مطمئن باش از اون چیزی کم نمیاد. گفتین ساعت چند تلفن کنم؟ ساعت 6 منتظره. باش قرار گذاشتی؟ بگو که یه لباس تازه برات بیارم. من خیلی شما رو اذیت کردم. این چه حرفیه؟ بعضی موقعا فکر میکنم اگه یه تابلو دستم بگیرم روش بنویسم آی مردم من دارم میمیرم، کمکم کنیم لااقل شرافتمندانم. نه اینکه با دروغ و کلک بخوام سر یکی دیگر رو کلا بذارم. میدونی گویا خانم، این پسر دنیاش خیلی از من دوره. نمیدونه فقر چیه، گرسنگی و دربدری رو نمیشناسه. حتی فکرش هم نمیتونه بکنه که همه دارایی من خلاصه شده توی چمدون شکسته. امشب باید باز طبق معمول واسش چخان کنم. هی دروغ دروغ، من چطوری میتونم بهش بگم 50,000 تومان پول میخوام؟ خدایا کمکم کن. میکنه میاریم. شب و روزمون شده در به دری، پول و تکون. بکشینم اینم. بعضی وقت از زنده بودن خودم بدم میاد. صد دفعه بهت نگفتم جلوی سینمای بالا شهر دیگه نمیشه کار کرد؟ همشون همینن، رو تو برگرونی گرفتنت. عوض این ور راجع بهتر کارتونو بکنین. تا چرا نشستی؟ چی کار کنم؟ حالش ندارم پشت. اون حالش خوب نیست، باجش کار میکنیم. هر غلطی میخواییم بکنیم تا بلیت سانس بعد فروخته نشده اینجا باز مثل آینه بدرخشه. آینه تقیی
چیه؟ خیلی ناجوری ها؟ بیا چیه؟ بیا گفتم این بد مسته او بذار کنار. تا کجا میخوای بری؟ تا ته؟ تا وقتی که بکنند زیر خاک؟ خیلی بدبختی کم داریم ما. قیافه خودت نگاه کن. پاشو به قیافت نگاه کن. نگاه کن این صورت یه آدم خماره. ببین چجوری داری عرق میریزی. پس کون تقیه زبر و زرنگ میبینی؟ این تقیه که تو ساختی. کاش قبلن تنها بودم و گدک کشی شما دوتا نمیشده. این یارو رو صداش کن یه جوری تغییر بفرستش بره. خودت هم باز بریم. دختره قراره چه ساعت تلفن کنه؟ چه میدونم ساعت 6. خب الان هم نزدیکی 6 دیگه. اگه موسی گوشی رو برداره کار خراب میشه. آبه من چی کار کنم؟ چه هندم؟ خب تو هم برو. اگه یارو قبول کنه من جای جفتتون وامیستم. بالاخره یه جور راضیش کنم دیگه. را بیختیم بریم. قربونت برم سیر چیره بابا من نمیفهمم این مغازه مالی کیه. قربونت برم. الو بله سلام. حد میزدم سر ساعت تلفن بزنی. نه بره. امشب باشه سر ساعت 8. قربونت برم. خدافز. آه مرتضی من که میدونی عرقی حرف نمیزنم. یه برنامه تموم بشه این هوا پر میاد به درسم. اون وقت هم طلب شما رو میدم. هم یه سفری یه جایی میرم و این لاکرده رو میذارمش کنار. فقط این دفعه دستم تنگ. به خدا به قرآن من صحابم صافه و ارواح خاک مادرم الان تمام جونم داره میلرزه. نظر گریه کنم بزن. تمام تو مثل گده های سر قبر آقایین. شما از ناموستون هم میگذارین. کسافت های بیرمه چیست آقا مرتضا فرد میشه. آقا همه به خدا نمیتونم نفس بگیم. تو تیکه تیکه هم با بیگی هم زن برم آقا مرتضا درگه بچه ها بخوره تو زن. یادونش کن اگه 50 تومن دیگه بده حسابمون سر راست با جنسایی که ازت بردیم میشه 200 تومن. سر برج نوکر تماس در بیارم بهت میگم. تو بگو 2000. بگو یه سیگار اشنو با اون رفیق عملیتم بگو یا سیگار کشیدن مفت رو ترک کنه یا پول مردم بده. تجارت خونه که وا نکردم داداش. یه دفعه گفتیم همسایگی، دو دفعه گفتیم زرنگی نکنین دیگه خوب نیست بابا. ولی میدونی کریم آقا این 50 تومن امروز واسم خیلی کارگوش است. من حسابم صافه. سگ زرد برادر شغاله. من تو پول نمیخواد. صد دفعه گفتم موتورتو میخرم نوکرتم هستن. میریم چارج قیمت میکنیم. هر چی گفتن میگیم چشم. اون وقت هم بدهی صاف میشه هم دست و بالت با میشه برادر من. آخه میدونی کریم آقا این موتور اصلا دست منه. بالا سر چراغی بده کارمونه بکنیم. بر پدر مادر من لعنت ای به کسی نتیه بدم. برو پی کار جد راحت باشم. کار ما تموم شد بریم. نه حالا که قرار شد جور رفقاتم بکشی توالت های بالام سولاخاش گرفته. تشریف بیاریم بریم پاک کنیم. سولاخام گرفته؟ اوف به گور پدرت. تو خیلی سر چلوغه نه؟
امروز که دیوانه کننده بود، کارهای شرکتی، سرکشی به کارخونه ها، جرس با نماینده ها، کنفرانس. من نمیفهمم بابام اینا پول واسه چی میخواد. سر همین امروز باش بگو نگم شد، من که در بندش نیستم. واسه همینم گفتم برای یه دفعه شده، نه ماشین میخوام نه لباس یوتو کشیده، همینطوری اومدم خدمت شما. درست مثل من، زندگی مدرن واقعا برام خسته کننده شده. دلم میخواست مثل خیلی از دخترای دیگه تو خیابونا پیاده راه برم، هر جوری دلم خواست لباس بپوشم و تو یه سرمایه جزئی میخورم، پاپا و مامان نگم برو ویلای اسپانیا استراحت. اتفاقا پاپا با اونجا داد و ستد داره. چه داد و ستدی؟ گاو. آره، یعنی چون شیر اسپانیا کم داره، پاپا گاو میفروشه با اونجا که شیرشو بگیرن، با گاواش هم گاو بازی بکنن. میبینین از این ماتادورا دیگه. بله. ببین خدا به چه کسایی پول میده پسر خودو. چه دختر ایلوتون ما تسر مان خوره میبرسنش به اسپانیا. امشب هوا خوبه نه؟ بله هوای خوبیه. باید ضربه یه بر بزنم. خب شروع کنیم دیگه. ها؟ نمیدونم، یه خود از خودتون بگین، از پاپاتون، از چی بگم؟ ولی تو موقعیت من با اینکه همه چی داره، زندگی براش به آخر رسیده. ولی شما هنوز خیلی جوانی. بهش میگم واسه تولد مادر بزرگم میخوام یه کادوی 20,000 تومانی بخرم، 10,000 تومن کم دارم. آره این خوبه. به چی فکر میکنی؟ من یه مادر بزرگ دارم، آخه فردا تولدشه. بسی ننه بزرگشان تولد میگیرن، پول زیادیه دیگه. عرب و بابات همینم شد بهت میگم. مادر بزرگیتون چند سالشونه؟ دیگه ماده میخواستم یه کادوی قشنگ واسش بخرم، تا موندم که چی باشه. وای خوب شد گفتین، یادم افتاد فردا شب سال روز ازدواج پاپا و مامانه، منم باید یه کادو براشون بخرم. موازش بود پاپا و مامانه تو ببرم. این خوب شد. میگم چون میخوام نفهمم که کادو خریدم، یه مقدار پول قرض میخوام. میگم فردا پس فردا بهت میدم. میگم که خب بگین. نه شما بگین. نه آخه اول شما شروع کردین. خانوما مقدمن. میگم که اول گوره بباش تا سن شما. یک دو. گفتم که فردا سال روز ازدواجشونه، میخواستم غافلگیرشون کنم. نامستا چرا اینجوری میزنه؟ بکره که دکتر تو میکن. چجوری میخوایی غافل گیرش میکنی؟ والا حالتا خوب نیست؟ قلبم بسری کمکت میکنم. آخه چرا یه دفعه اینطوری شد؟ لطف کنی. نه خودم میرسنم تو خونه. نه خواهش میکنم خودم میرم. باشه اگه ما شانس داشتیم مثل اون شانس سلا بود. یعنی همینجوری ولش کردی رفت؟ نه خیر بهش دستبند زدم. خب چیکار کنم؟ تا خواستم بهش بگم حالش بد شد. جواب صابخونه رو کی میده؟ آخ این دفعه دیگه جلپلاسونی میریزه تو خیابونا. آخ بابا صد دفعه گفتم چند دقیقه جور کنم بلیط تصادی 5 بخریم. بهم برات شده میرم مالکی یه چیزی رو جر کرد. به حضرت عباس یه دفعه دیگه چرت و پرت بگی میزنم مخ خودم میکنم. آدم نظر بس کنیم. بدبختی من اینجاست که خدا یه رفیق عاقل نصیبم نکرد. بس یه سر میدون داره شما دوتا باشم. خیلی فکر میکنین خیلی وبالتین. خب میریم. جمال تو عشقه. آره ما دیگه دست و پانگیر شد. باشیم برم کنیم بابا. تو همین جشم که جمع جورمون کردین خودش خیلیه. بیشیم بابا. من که رفتم میشیم بس کنیم دیوونه ها. من گفتم خدا رفیق عاقل بهم نداده، ولی مهربون چرا؟ من بیشمات نفس نمیتونم بکشم، چه برسه زندگی کنم. یالا خلا اخواتونو بس کنیم. قول میدم فردا هر جوری هست دختره رو پیاده کنم. ببین خودشان بوده من یادت نره. تای این پله ها خونه منه. خونه که نه اتاق منه. این 16 تا پله رو من روزی 200-300 دفعه بالا پایین میرم. از این بابت گله ای ندارم. لااقل میدونم شب وقتی خسته و مونده برای آخرین بار میام پایین، اینجا یکی از که حرفامو گوش کنه، درد دلامو بشنوه، مثل دخترای اون بالا تو هنرستان مسخرم نکنه. میدونی دفتر، من اسم تو رو گذاشتم مادر. قشنگه نه؟ گندم. بله خانم. تو معلوم هست چی غلطی میکنی؟ هیچی خانم. ببینم اون چی بود قایم کردی؟ هیچی خانم. پس چرا قایمش کردی؟ بده ببینم چی بود. به خدا هیچی نبود. چیزی نیست. قسمم میخوره چیزی نبود خانم.
خوبه، غلطهای زیادی دفتر خاطرات می نویسه. تازگی ها بدجوری سر گوشت می جنبه. این گلا رو که برات فرستاده؟ هیچکی خانم. شنیدم یکی دو دفعه لباسای خانم گویا رو پوشیدی یا رفتی بیرون. خوب گوشاتو واس کن. اگه دلم سوخته و اینجا نگرد داشتم، واسه این نبود که هر خونه درست کنم. یه دفعه دیگه از هنرستان قدم بیرون بذاری پرتت میکنم توی خیابون، فهمیدی؟ بله خانم. گور مرگ تو برمیگردم، بلند شکف سالونا رو تمیز کن. بله خانم. میدونی مادر، من تصمیم خودم رو گرفتم، دیگه نمیخوام به این قلب لعنتی فکر کنم، دیگه سیارم نمیخوام ببینم، من دارم به دیدنش عادت میکنم. چی جوری بگم مادر، اون خیلی مهربون، خیلی خوبه. ببین چجوری یه الف دختر دو ماه ما رو رنگ کرده. آخه تو این چخانه از کجا میابردی؟ با تو من دروغگوی بدبختی هستم. دروغگوی کسی؟ بدبخت منم که گول تو رو خوردم. خب آخه مجبور بودم. مجبور بودی سر من کلا بذاری؟ آره؟ آره، من احتیاج به پول داشتم، برای قلبم، برای عمل قلبم. خیلی خب یه رفتی نکن. چشم، میدونم کار بدی کردم، میدونم به شما دروغ گفتم و سرتون رو کلا گذاشتم، ولی تو رو خدا منو به چشمی کلا بردار نگاه نکنی. آخه شما نمیدونین فقر آدم ها رو به چه کارایی وامی داره. بسه دیگه اینقدر شما نکن. من خودم هم همچین زیاد زیادم آدم درست حسابی نیستم. خب من این چخانه کوچولویی سرهم کردم، میدونی جریان بابا، ماشین های آخری مدل، شرکت و استخر و... یعنی تو اینا رو دروغ گفتی؟ خب اینا به اضافه یه چیزایی دیگه. آره یعنی تو هم مثل من؟ ای بفهمی نفهمی. خوشحالم، خیلی خوشحالم. دختر چشمم روشن، انتظار همینم داشتم. دختر یه هرزی کسافت، فقط همین مونده بود که پسر بیاری اینجا. آره؟ زود باش جورو پلست رو جمع کنه، همین الان بزن به چاک. گل نگم شید. ولی خانم به خدا، خانم اجازه بدیم من براتون توضیح میدم. گمانم دارن دنبال گونیمونی میگردن که پولا رو ریزن توش بیاره. خدا کنه اقلا مایه رو بالا گرفته. بابا عجب طنبکاری هستی تو. مهم ضربه اوله، هر چی گرفته باشه دفعه دیگه میشه دو برابرش کرد. آه خدا، یعنی میشه ما یه جعبه سیگاری داشته باشیم که از صبح تا شب تو خیابونا پرسه نزنیم؟ آره والا، اگه یه موتور سه چرخم من داشته باشم دیگه نور علا نوره. یه را که بار بزنی و خالی کنی و سی چرت من کاسه بیرسن. تازه این اون برای قضیه هست، اگه همه پولا رو بذاری اون برای قضیه و تصادی بلیت پنج بخری که دیگه هر تومنش دو تومن استفاده. باز شروع کردی تو این غلط ها رو با سهم خودت بکن. به سهم من کاری نداشت. پس بگه خواهد تو سر کنم. بیا آوردن پولا رو. پولومه یه چمدونم.
کل درآمد این چند روزمون چقدر بوده؟ عرض کنم که خرج در رفته 645 تومن. 645 تومن من حساب نکن. خب اگه درآمد هر 4 روز ما 600 تومن باشه تقریبا ماهش میشه 4500. خب منم میتونم کار کنم. اینجوری نمیخوام سربار شما. بشین. تو باید عمل بشی. ما این پولو بالاخره جور میکنیم. برداریم که باشه میشه. راستی در گفتی یارم افتاد. من صبح اول وقت زدم بدن. همش هم 5. به این میگن مغز اقتصاد. جور من خوشتون من بفرمایید شما چه غلطی کردی؟ همه پولا رو بلیط خریدن دیگه. خاک بر اون مغز اقتصادیت کنم. حالا مطمئنی میبری؟ معلومه به اشتباه تو کار من نیست. مطمئن تو هم چند تا شده؟ حدود 120 تا. اگه هفته دیگه هم 5 بخریم و همینجوری سرمایه سیخکی میره بالا. برنامه همچین میره سرمایه مثل اینکه حالا برده. معلومه حتما یه چیزی میدونه. بله سکت باشین. میدونستن که خیلی نگاه کنیم. کلیه بلیط هایی که رقم اول سمت راست آنها به عدد 1 ختم می شوند برنده 80 ریال. اگر گوی روی این بلیط ها به رنگ آبی باشه برنده 120 ریال هستند و اگر قرمز باشه برنده 80 ریال. خب تصادی یعنی همین دیگه. یه هفته می بازه یه هفته نمی بره. خب کریم تنتنا خب چه بیلیتای بامزه یه هم در تو بالا هم کنی خوشتون اومد نه چه کنی بیا جلو آقا جون بیا جلو صندوق اینجا بیا چستا چه ماشین اینه ها عروض شد چه شد نه تو من قربون دیگه بفرم به سلامه خوش آمدی به سلامه به جنبیم بابا به جنبیم حافظ بستن کنیم یواش بابا آخه سر کار که کسی شوخی نمی کنه به جنبیم مشتری ازدهام می کنه احمقا میگم تو یخ زیر اون علم خسته نشی ببین دوباره بند کرد به ما اون وقت که چیزی بهش میگم نگی چرا بلش کن بابا کارتو بابا آخه نمیذاره که نشست اونجا اوت میده الان آقا الان نوبت شما میشه همه چجوری خلق ما رو تایی اوه چته بابا میگم اگه خدا بخواد کاربر اون سکه است نه خدا کنهایی بذارم میذارم تا نباشد چون بره بکرد پاشا سلام آقا مهدی کجا؟ اونا آشن اونا؟ آره آقا مهدی بیچارمون کردن تمام ماشینا فقط اونجا ترمز میزنن ای بابا بس که بیارزه این آقا مهدی نرخو شکستن کوبیدن تو سر سم اصلا معلوم نیست از کجا اومدن بابا بابا چی آقا چی آقا اینکی اومدن بابا بابا چی آقا چی آقا اینکی شو اینو واسه من هیت کنی دارم بودو بودو داشت اینو ماشین داریم به فرمه این تایی صف اینجا پارتی بازی بر نمیده تو حیستتون کیه چی کارش داری آقا پولا رو من میگیرم کتکاش رو اون میگیرم پر رئیس شمایی برز کن که باشم معاونش هم منم اونم ماشین شوره باز به عرضتون برسونم اولا نرخ ماشین شوری از شروع سال جاری 30 چوغه نه 10 چوغه بهش من میدم بهش من بابا زور دو رسیده همو به تو هم میرسه چی کارش داری؟ بعد هم میفهمی نکنه آقا بروسلی تشویشیف دارم به من میگم میتی سلون 18 ساله تو تهرون ماشین میشونم تو حالا 218 دفعه هم جلبم کردن تمام ماشین هایی که اینجا شسته بشن مالکی هم آخ میتی وارد شو حالا تا 18 میشمرم اگه این خیابون زدیم به چاکه زدیم نزدین ما میزنیم یک گوش کن آقا تا موقعی که تو این خیابون ماشین وسته و تو جوبم آب باشه ما کار میکنیم یک قرون هم کسی باش نمیدیم به خیلی 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 خی
دنباله به مهدیه فهمیدی؟ مگه جایی که جوبش آب نداشته باشه. بری بچه ها بریم دیگه بسه یلا بلش بریم دیگه. آره دواهاش کجاست؟ نسخهشو بده کردی؟ باسی جاشه زود باش گندم گندم آینه آشش ببینم خودش بده ببینم. آره باید خودش باشه. من یه جوری میرم پول فرام کنم. تو من بیا تو پیشش بمون. این 150 تومنه. 200 تومن هم اونجا میشه 350 تومن. تا پنجشنبه ای 450 آوردی که آوردی، نه آوردی 300 دیگه بهت میدم، موتور تو بر میدارم. خیلی ممنون. باشه واقعا سوزی که نداره. نه سالمه، فقط شبا قفلش کن. بیا برو دواهاشو بگیر. باشه. من میرم خونه. خدافز کریم. خدافز. الان دواه تو میاره. کجا رفت؟ حتما اتفاقی واسش افتاده، برم پیش. نه تو باش، من خودم میرم. کجا؟ کجا میری؟ هیچ جا. از من ناراحت؟ البته که نه، من همین الان برمیگردم. تقی، کجایی تو؟ دواشو گرفتی؟ تو هم تقی چی شده؟ چی شده؟ دواهاشو گرفتی یا نه؟ دست خودم نبود. بفهم چی میگم سیر. نتونستم بفهم. دواهاش کو چرا دست خالی اومدی؟ اون داره میمیره. بلش کن سیا. اینا رو میشه فروخت. اکثر تا 2 ماه دیگه باید عمل بشه. این آخرین فرصت. یعنی شما میگین یا 50,000 تومان پول نقد یا برو بمیر. شما اینو میگین دکتر؟ نه من اینو نمیگم. این پول بابت مخارج سفرش به انگلیس و هزینه عملیه که اونا میگیرن. این عمل خیلی مشکله دکتر. رایی هست که من انتظار نکشم؟ یه رایی که زودتر به مقصد برسه. من میدونم امیدی نیست. این شمارش روزا داره منو دیوونه میکنه. ساکت باش دیوونه. من درستش میکنم. گوش کنید شما دکترها، اگر بخواین کاری بکنین میتونین. من میدونم هزاران نفر آدم تو این مملکت قلبشون مریضه. خب بهشون دوا میدن، استراحت میکنن، آزمایش میکنن. شما یه کار دیگه هم میتونین بکنین. به روزنامه ها آگهی بدین. مردم خیر زیادن. عکسشو بندازین، بگین بنویسن. یه لباس تمیزم میپوشم و سرمم شونه میکنم. شاید اونجوری دلشون بیشتر برام بسوزه. بس کن، من میتونم.
دو ماه وقت کمی نیست. پس بالاخره عاقل شدی. ولی قیمتو خیلی بالا گرفتی بچه. اونم بابت دو ماه کار. من به این پول احتیاج دارم. یه خوردشم شروع کار میخوام. که شما بخوین. خوبه. بسی. بیا. باریکلا. خوبه. من اهلش نیستم. روزی دو مرتبه. نمیخوای مجبور نیستی. اون وقت از بیانم خبری نیست. بازه همه دست در نکنه. ببینم تو به اون چقدر گوشتی؟ هیچی. فقط یکی دو ماه واسش کار کنم. همین. آخه این چه کاریه که اینقدر درآمد داره؟ یه کار بی درد سر. عتقی جان از فردا میتونیم اون جعبه سیگاری رو بندازیم با پول کوچه‌الوار من 2-3 هزار پول باشه میدیم باز این رفت سر کوچه‌الوار پول اسی خان با موتور باری چطوری؟ بچه خان نید راست کیه؟ حالا میرسیم به خانم فرنگی از فردا میفتیم دنبال پاسپورت میبرم اتواس معالجه ولی چطوری این خیلی پول میخواد خب ما هم خیلی پول داریم بزنیم بچه این یعنی چی؟ این یعنی وفا بله این یعنی وفا این یعنی صفا اینم یعنی کچل با اینم یعنی میخوامت اینم یعنی همه تونه دوست دارم همه ی آزمایش ها خوب بود من امروز تلفنی با لندن صحبت کردم پروفسور جراح منتظره به محض اینکه برسی تو بیمارستان بستری میکنم ترتیب همه چیز داده شد تو خوب میشی بهت قول میدم از روی سیاه خجالت بکشم ازی من لیاقت همین جو سیگارم ندارم گرد لعنتی داره منو میکشه خب به دلش کنار ولش کن آخه به چیچیش دل بستی تو نمیدونم باطن حق نستشون هر روز زمین بردارن که چبونی منو تباه کرد یادته همینجا بود آره کلی با سم چخان کردی ویلای اسپانیا شرکت های پاپای منو بگو تو جدی جدی حرفای منو باور کرده بودی تو چی؟ نه دیگه اون صادرات گاو و این حرفات خیلی چخان بود اون شب تو دلم چقدر دریوری بارد کردم
آسیا. من نمیخوام عمل بشم. چی؟ تو این پولو به چه قیمتی داری فراهم میکنی؟ تو خالی، همه چی درست میشه. ولی تو چی؟ من سرهارم. داری خودتو داغون میکنی. تموم میشه دیگه، این آخرین روزاست. با هم میزنیم و میریم، من و تو. اون وقتی باطری پسخلی میذارن تو سینه تو، میگن مرخصی خانم کوچولو. زنده بودن من در عوض جون تو. گفتم که تو خالی. نه، من میترسم از همه چی، از این وضعی که تو داری، از خودم. واسه چه خودتو تو درد سر انداختی؟ شانس زنده بودن من میدونی یک به چنده؟ بهت قول میدم سالم برات میگردنم اینجا، اون وقتی کار درست حسابی هم واسه خودم جور میکنم و میشیم مثل خیلی از آدمای دیگه. با یه زن برق و باتری، با یه زن قرقروی تو دل برو. اگه من تو رو نداشتم. اگه من نداشتم چی؟ خب بچه، حالا موقعشه که جوهر خودتو نشون بدی. قرار دادم از سر زدگی با شما تمامه. منم واسه همین دارم میگم، اگه این کاری رو که میگم اونجوری که دلم میخواد انجام بدی، خب قرار داده تمومه. میتونی دست نامزدتو بگیری و بری. ببینم پاسپورتتون رو گرفتیم. فردا شب اینجا باش، پاسپورتاتونم بیار. میدونه که من واسه این کار باز تصمیم داشته باشم. شما یک کار زندگی نداری که نشستی منو میپایی. هر دفعه از خونه میری بیرون تا وقتی که برمیگردی 100 سال واسم میگذره. هزار جور فکر و خیال میکنم. تو فقط باز یه فکری بکنی، اونم اینه که چطور میتونی خانم خونه دار باشی. سیا، این آخریشه؟ از فردا ما مال خودمونیم، با 50,000 تومان اسکناس و 2 تا بلیط به تاریخ 17. من آمدم. امشب تو یه خریدار عمده ای، سعی کن اول جنس رو ببینی، امتحان کنی. راسته به من کرت منه، دیشبم بهت گفتم تا وقتی بردی که اونا در اینو باز نکنن. من چی به اونا میگم؟ هیچی، این رسمه. اونا به من کلک زدن، حالا نوبت منه. سعی کن موفق بشی. لااقل به خاطر اون نامزد مریضه. برات میارم. اینو که میدونم. موفق بشی. رسیدم به خیلی. چی میخوای؟ با همین زودی همون استاد رو فراموش کردی؟ از اینجا برو، خواهش میکنم. پس مهمون نوازید کجاست دختر؟ تو همینجا باش. تو اون موقعش هم تربیت درست حسابی نداشتی. از جنوب که آوردمت مثل توله سگ دست و پامو میرسیدی. نه بابا به خوره دیده بودی، نه ننه. آرزوی یه شکم سیر رو داشتی و یه سخت بارونگی. چی شو؟ یه رفعه آب و هوای تهرون هوایی کرد، پاسپورت دار شدی. باری کلا. تو این یه ساله کجا بودی؟ نکنه اون پای مایی نبودی؟ توی این یک ساله کار میکردم، حالا هم دارم زندگی میکردم. حالا صدو جمع کن بری. من با تو هیچ جو نمیام. امین حالا میکن، یک کاری نکن که پسره رو بندازمش تو هچر. اسم اونو نیار. باشه،
اگه تو دختر خوبی باشی منم کاری به کارش ندارم، ولی اگه بد باشی فقط کافیه پلیس بدونه کارش چیه. تو میدونی کار اون چیه؟ خرید و فروش هب. ایدان تو خودت هم گیری. اما این پسره تکون بخوره نورف. میاد که نصرت داره وا میده، از تو حسابی تر آدم نداشت؟ برای شما چه فرقی میکنه؟ اون چیزی که میخواین من آوردم. خیلی خوب رو کن. اول شما بچه معامله گره پر روی هستی. نشونش بده. زیادی داری لفتش میدی بچه. تمام شد. حالا تو رو کن کسافت. به من کلک میزنی؟ توجه کنین، پارکینگ در محاصره پلیسه، کسی از جاش حرکت نکنه. هر گونه مقاومتی بیفایده است. خیلی خب، بدون هیچ حرکت اضافی دستاتون رو ببریم بالا. سرجت واسه پسر، حالا درست گوش کن ببین چی میگم. اون کیفا رو وردار بیار اینجا. ما مدت هاست که شما رو زیر نظر داریم. بیا جلو. مطمئن باشین که به زودی بقیه همکاراتون دستگیر میشن. بهتون اخطار میکنم کوچکترین حرکت باعث مرگتون میشه. کیفا رو بذار رو موتور. به نظر میاد که تو از همه عاقل تری. الو سیا امتحان بکنیم. یک دو سه صدا بگیرینش. چطه؟ کار من تمام شد، قراردادمونم تمام شد. تو چه جوری تونستی بچه؟ حالا نوبت قول توه. باشه، تا تو بشینی یا یه چیزی بخوری پول و پاسپورتت هم آماده است. میدونی چیه؟ من خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. تو خیلی سرت میشه، مثل که خسته ای. برو شامتو بخور. برو بابا جون. صد خانه گفتم برم خدمت. قربونه تو، سه پرسم به پیش میبرم از باید. باشه. کن ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟ خدا مسایم خانم میشی بازو شده منم گندم. مثل که متوجه نشدی آقایون چی گفتن. تو مزاحم من شدی. گندم تو چته؟ نکنه دارم خواب میبینم. نه جونم، بیداری بیداری.
بایسته ببینم تو چت شده گندم. هیچی جونم، دارم خوش میگذرونم ولی تو داری شبامو خراب میکنی. برش کنین لاش خورا، چی از جونش میخواین؟ برش کنین. بیا بریم تفسیرت رایی که با اینا صحبت میکنی جندم. آخه آدم به کی بگه؟ تغییر دارم میترکم، داره خفم میکنه. هنوزم باورم نمیشه اینها غریبه ها نگاه میکرد، اصلا فرق کرده بود ولی خودش بود. من که گندمو میشناسم، از هر کی بگی بیشتر میشناسمش. قرار بود با هم عروسی کنیم، قرار بود یه کار کاسبی حسابی واسه خودم دست پا کنم. تقی اون مریضه، به امام رضا دارم دیوونه میشم. آخه من واسه کی به این روز افتادم؟ من حاضر بودم بمیرم تا اون حالش خوب بشه، پس چرا اینجوری کردی؟ دیگه به کی دلم خوش باشه تقی؟ آخه تو هم یه چیزی بگو تقی، حرف بزن با تو هم تقی. این چرا حرف نمیزنه؟ نکنه مرده باشه؟ داره خدا بیا این کمکش کنی تقی. لاشه رو برسیم بیرون، باید برسیم بهش دکتر. تقی برنش شد. نه با اون دست نزن، بلش کن اون رفتی قبلش. با اون دست نزن، بشی که با اون دست نزن. نه اون رفتی قبله، اون رفتی قبله، اون رفتی قبله، بهش دست نزن. این کجا میبریش تقی؟ اگه جلوی مهمونای من بخوای این بازی ها رو دراری، مجبور میشم پاسپورتتو بندازم تو توالت. اون وقت امیدت قطع میشه و این چند روزه آخر عمرتو مثل سگای زهر خورده به خودت میپیچی و زوزه میکشی. انتخابش با خودته، دیگه هیچی برام مهم نیست. حتی اون پسر یه گردی به اون دیگه کاری نداشته باش. تا رسیدم بردنش، نذاشتن من همراهش برم. گفتم کجا خاکش میکنم؟ گفتن همون جایی که تمام آدم ها رو خاک میکنن. گفتم من رفیقشم، گفتن همه گرتی رفیق همه. بیا تو که میتونی، تو ترک کن، همینجا قطعش کن بره، نظر از بین بری بزن. واسه چی؟ به چه امیدی؟ دیگه چه فرقی میکنه؟ کون همه صفا، کون همه رفاقت، ما دیگه تنها شدیم. اسی اسی روز دوازده همه، چیزی به جمعه نمونده. جمعه باز گندم میرفت که عمل کنه، بلیت شدن باطل میشه. حالا تو نمیتونی حرف اونو نزنی؟ چرا؟ بانگت کجاست؟ خوابوندنش، قصدش عقب افتاده بود خوابوندنش. قربان کارخونه داره یه ساعت منتظره. پس چرا گروتو گم نمی کنی بری؟ دست از سرم وردارین، ولم کنین، لااقل امشب ولم کنین. غلطهای زیادی، مگه مردم مسخره تو هم؟ بلند شو بینم. با اجازه شما قربان، بلند شو، بلند شو دختر. کسافت این، کسافت. چند تا گلاس مشروب بخوری از این حالت در میاد. خیلی متشکرم، بند نوازی کردین قربان. هر شب تشریف بیارین.
خواست که اینجا پیدا شو. آقلا قربونت برم، دارم میمیرم. که چی؟ آقلا دارم میمیرم قربونت برم، ده بیست من دارم، یه خورده جنس میخواستم جون اون بچه ها. نصرت باز این پسره سر کلش پیدا شده، میگه با شما کار سر دفعه گفتم اینجور کسافت ها رو اینجا را ندیم. سب داریم ببینید چی میگم سر قرآن، سب داریم بذاریم یک کلوم حرف بذارم. بابا کسی کاری ندارم، من فقط میخوام کامانی افتیرت رو ببینم. ما هم اولشون تو عرض قربی داشتیم داداش، همش تا وقتی که بهت احتیاج دارم. گرد که تو تنت ریشه کرد میندازه تو آشغال. کارتون تموم شد بیان بالا، حواستون جمع باشه، شر و شور نشه. دیگه سفارش نمیکنم. بریم. آقا نصرت. برو تو. آقا نصرت. چیه؟ صبر کنین. من حالم خوب نیست آقا نصرت. خب به من چه؟ بیا کنار پسر. گفتم بیا کنار پسر. رو حرف خودتونم که باشه، من از شما طلبکارم، من ازتون پول نمیخوام، هر کاری بخواییم واسه تون میکنم، کمک هم کنین، خواهش میکنم. یه هر صد دفعه گفتم نذارین کسافت ها اینجا جمع بشن، اینجا یه محل آبرومنده، نذارین این کاری بشن. آقا رو شدم پرو بیادا دورت از اینجا گم کن پسره پر رو. دارم داغون میشم، من تحمل این زندگی رو ندارم. کاری رو که من باز 8 سال پیش میکردم تو الان بکن، فرار کن همین حالا. ولی کجا؟ من جایی رو ندارم. برو پیش پسرت، بلیتاتون مال فردا صبح، اون دیگه منو نمیخواد. اگه لازم بود التماسش کن، من میدونم پاسپورتاتون کجاست. چی اومدی؟ بسه تو، بسه تو هم از اینجا رفتم. تو منو داغون کردی. خودم هم داغون شدم. نصرت گفت اگه باش نرم تو رو لو میده. خب من چی کار میتونستم بکنم؟ هیچ فکر منو نکردی؟ چی داری میگی؟ با فکر تو زنده بودم، با خیال تو نفس میکشیدم. من داغون شدم، تو این مدت خورد شدم گندم. کجا رفته؟ اینجا پرستاری شرط بزن. من نمیدونم. انقدر خمار نکرد میدارم که روزی صد دفعه آرزو مرد بزن. شرط بزن، مرد بزن. کجا پرستاری؟ رفت پیش سیامک، من گفتم سو پول و پاسپورت رو براشون میبرم. چه قرار شد؟ پول و پاسپورت رو واسه شون ببری. تو که رفتی زندگی ما به هم ریخت. تقیی اونجوری رفت، اسی از کارش افتاد، خودم هم شدم یه مرتده در بدر. دیگه همه چی تموم شد. آره تموم شد. هواپیما صبح پرواز میکنه. پری به من گفت صبح زود پاسپورت و بلیط و پولی رو که لازم داری میاره، یه مقدارشو میدیم اسی، با بقیهشم میریم خارج، تو خودتو معالجه میکنی. تو باز عمل بشی. من خوب میشم، تو هم باید مثل روز اولت بشی. برمیگردیم و با هم شروع میکنیم، ستایی زندگی میسازیم. باشه؟ باشه، مثل روز اول. خیلی بهتر از روز اول. آره بهتر از روز اول.
سلام. سلام. من همه تلاشمو کردم، فقط تونستم کلیدا رو واسط بیارم. بیا الان میتونی بری دانسینگ، هیچ کی اونجا نیست. تنها برو که جلب توجه نکنی. پاسپورت و پول تو گاف صندوقه، هر چقدر دلت خواست بر. سلام. سلام. صورت چی شدی؟ چیز مهمی نیست. خب موفق باشین، من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. ولی چطوری؟ برو. چی شد؟ خیلی خوب، من میرم دانسینگ. الان ساعت 6 هواپیما ما ساعت 7 داریم پرواز میکنه. تا موقعت من خودم رو میرسم. منم باید بیام. نه نه نه، تو گندمون ببر فرودگاه. هم یه تاکسی بگیرید برید. باشه؟ ولی تو چی؟ من خودم رو میرسم، خیالت راحت باشه. شور میزنه، یه سر میرم دانسینگ، تو برو، من بعدم با سیا میشه. آقا فرود بلاتون. دستم می‌لرزه. هیچ باید نیست دفعه گوله در رن. تو دیوونه ای؟ خب پس چاقوتو بنداز و از جد بلند شو. صدایی نشنیدی؟ جعفر چه خبره؟ خبره خوب خوب. هر کس پلکی از دفعه بزنه تمام گوله رو خالی میکنم تو مغزش. کسی تکون نخوره. اون اسلحه داره. بشینین سر جاتون. نصفت کجاست؟ خب پس نمیخوای نرف بزنین ها؟ هنوز نایمده، میادش. خیلی خوب، تو و تو بلند شین. تا ده میشمارم گاف صندوق رو بیارین اینجا. یلا یلا، یک دو سه، به جنبین که دارم میرسم به ده. شما هم ببینون تو. یلا به جنب، به جنب، به کارسان چشم قربان، چشم قربان. آفرین. بقیل هم صف ببندیم. نه خوشم اومد، بچه های افشنایی شدین. شما ببینید تو، زود بشین. یلا یلا، کار صندوق هم بذارین همون وسط. باریکلا، کسی حرکت اضافی نکنه. من سوا معمولا یه خود رسدی هم، مغزم درست کار نمی کنه. سیا تو چه اومد اینجا؟ اومدم بهت بگم که اون هفتیره ماشش قلابی ها، یعنی یه خود هرز موضوع باشه علاقی کشت کشت ها را ننزی تاره که سخونه نه حواسم جمعه. بیا برو گفتن تو بس کن. سر بالا سر بالا، باز پاسپورت ها بیلیت هم اون تو باشه، عجله کن. این رفیق ما خون جلو چشش گرفته. خود دیرم که طلب کارم از توش بردار. الان ترتیب همه چی رو میکنم. ایمانه این اصلاه رسیسکی میخوای مزخرفتن چیز هست نیست برداشتن تو بگم کافی باشی برای برزین تو اینم بده من گیلی تو پاسپورت منم بده های تو نمیای؟ نه تو برو اینم بردست هم شد بشه شاید به دردت بخوره. آیا اون لطا کسی پیچه شور نشده؟ من با نصفت کار دارم، اگه تا 20 دقیقه دیگه نایمدم به کلانتری تلفن کن. باشه؟ ولی هواپیما پرواز میکنه. من به موقع خدا میرسونم، مطمئن باش. برو. خیلی خوش کنین. این دیگه یه اسلحه واقعیه، تا وقتی که رئیستون میاد بهتر که بیکار بایرسیم. تو هم برو هر راهنگی که بلدی بذار. برو. خیلی خوب شروع کنیم. خودتون تکون بدین. آخرشی تو داری گور خودتو میکنی. شف کارسون خفش و برخص. برخصین. بگو چشم قربان. Gosh, poor bomb.
آفرین، خوبی رفتیم، خوشم اومد. آفرین. دو تا بکنم بس. چشم معلومات چه غلطی داریم میکنیم؟ سلام قربان. خوب مرکه ایران دا. خیلی وقتی که منتظرتم. شما ها برین گام چهید؟ کسی از جاش تکون نخوره. بچه نشو میخوام با آت حرف بذارم. گفتم شما ها برین. این احمقه رو ترسونده بودی. من عهد بلوت نیستم. چرا نظری به چاک؟ گفتم که منتظر تو بودم. الو کلانتری؟ تو زندگی منو به هم ریختی، تو همه چیه منو گرفتی. حالا که همه چی تو داری، گندم و بلیط و پاسپورت و حتما پولارم برداشتی به نیابت از طرف همه ی جوانایی که تو بدبختشون کردی. اون پنج تیر خالیه بچه، چرا معطلی؟ چهار تا دیگه شم شلیک کن. دو چهار. واسه همین اونا رو فرستادم پایین که دستت رو نشه. چیزی به حرکت هواپیما نمونده، اگه به جنبی الان بری میرسی. چرا معطلی؟ بلند شو. تو کی تا الان اینقدر مهربون شدی؟ منم یه زمانی مثل تو عاشق بودم بچه، به جون تا دیر نشده. من به رفیقم گفتم اگه تا 20 دقیقه دیگه نیام پلیس رو خبر کنه. دیگه نمیخوام تو درد سر بیفتی. بیا. ای بچه، یه چیزی رو فراموش کردی. چی رو؟ این اسلحه 6 تا گوله بهش میخوره. پس چرا نایمد؟ نکنه اتفاقی واسه شو افتاده. نه هیچی نشده، به دلت بد نیا. تو برسی جلو تیاره اون اومده. من دیدم شروع میزنه. خیالت راحت باشه، بیا بریم. سیاره که میشتسی حتما ابو تیارش وسط خیابون خفه کرده، اونم داره باش بر میره. اسی جون خود سیا، تو دیدی حالش خوب بود؟
میشه.